سلام، برنامه انتخابات آماده هفت. من محمد نصیر فیاض به اتفاق همکار میزبانی برنامه هستم. مسئله آینده سیاست در افغانستان یکی از پرچالشترین موضوعات است که بیشتر محور نگرانی مردم قرار گرفته. در ملاقات ها و یا دید و بادید هایی که اکثرا با مردم داریم، یکی از نگرانی هایی است که بالاخره آینده چی میشه؟ حکومت موقت میه؟ حکومت وحدت ملی تعلیق میشه؟ آیا این حکومت باقی میمانه؟ انتخابات میشه؟ صلح با طالبا چیگونه خواهد بود؟ میکانیزم تشکیل یک ساختار بعدی چیگونه خواهد بود؟ حتی تعداد زیاد از مردم مصرف های خیلی خرد و کوچک را هم در خانه‌های خود متوقف ساخته، به خاطر از اینکه یک خلای یک حالت در حال جهش و توأم با خطر پیش مردم است. یک تصویر خیلی بده که از گذشته های سیاست در افغانستان داشتیم، گذشته هایی که زندگی خیلی تاریک را به مردم ارمغان آورد. حالا آینده سرنوشت مردم با تصمیم گیری های کلان ایالات متحده آمریکا، کشورهای منطقه ای و بازیگرای سطح کوچک در افغانستان گره خورده. این بازیگرها تا چی حد توانمندی مدیریت یک جهش سیاسی در ساختار بعدی قدرت را دارند و تا چی میزان میتونه توانمندی سیاستمدارای ما و اراده کشورهای بزرگ بتانه یک مسیر درست را برای نسلهای بعد و به مردم افغانستان ایجاد بکنیم. امشب ما روی تمامی فاکتورها میخوایم بحث بکنیم. قبل از اینکه مهمانای خود معرفی بکنیم، یک وقفه کوتاه بگیریم. دوباره خوش آمدین. در بحث امشب با ما جناب آقای موسی فریور استاد پانتون، جناب آقای شیوای شرق آقای رابطه بین الملل، آقای سید اکبر آقا عضو پیشین طالبا از طریق ویدیو کانفرانس و جناب آقای عزیز بارز آقای سیاسی از لندن همچنان از طریق ویدیو کانفرانس خط پیستن. مهمان را باز در استودیو خوش آمدید بگیم و بحث هم از استودیو میخواییم آغاز بکنیم. بحث را از آقای فریور میخواییم آغاز بکنیم. موقعیت فعلی سیاست در افغانستان، تازه ترین مورد را که آقای ترامپ از بس گفتگوهای صلح با طالبا استقبال کرد و گفت که گفتگوها موفق آمیز بوده، البته گپ بسیار تازه است و ابراز خوشبینی کرد که مثلا آمریکا به گونه مسالمت آمیز به پایان خواهد رسوند. فکر میکنین ما در کدام موقعیت هستیم؟ مگه موقعیت نگران کننده که مردم پیشتر من گفتم نگرانی دارن، یا نه ما به طرف شدن رسیدیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بینستین بار سلام به شنونده ها، بیننده ها و همکاران تکنیکی شما و شرکای حاضر در بس، خصوصا برادرم آقای شرق. سیاست علم شریف است. متاسفانه عملکرد سیاسیون خصوصا در افغانستان این علم به یک علم شیطانی تبدیل کرده. به او خاطر با وجودی که ما استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پانتون کابل هستم و با جمعی از استادای شریف فاکولته هزارها شاگرد تربیت کردیم و به شاگردها گفتیم که سیاست علم شریف است، ولی متاسفانه سیاست امروز سیاسی ما و اکثر سیاسی ما به خاطر که اگه همه را بگیم بسیار ظالمانه میشه به رسوایی کشاندن. سر بحث دومتان میم، ما نسبت به صلح خوشبین هستم و جنگ بالاخره هر جنگ به صلح می انجامه. پیش از اینکه افغانستان این جمله را بار بار تکرار کرده، یک بار دیگه هم از تریبیون تلویزیون شما تکرار میکنم، پیش از اینکه افغانستان خدای نخواسته و گورستان مطلق یا تلی از خاکستر مبدل شوه، بهتر از اطراف منازعه یا جنگ امی لحظه سر سرنوشت امروز آینده افغانستان در شعاری خیلی زیباست. صلح طبیعی است که هیچ کس نمیگه که صلح مردود است یا صلح چیز خوب نیست، اما میکانیزم ها و نقطه های یا فاکتور هایی که نگرانزا است برای مردم، ما تجربه قبلی را داریم که صلح نتانست حداقل یک سرنوشت درست را مسیر بده. بعد از او یک حکومت به نام حکومت مجاهدین انتقالی و بعدش باز سلسله هم و بدبختی های مردم شروع شد تا به امروز ما هم بدبختی ها را میبینیم. فکر میکنیم موقعیت فعلی ما در کجاست؟ چقدر محقق است همی؟ آقای فیاض، چون از مدت های مدید برای صلح کار میکنم و در بدنه شروع صلح نجات افغانستان مسئولیت خطیر دارم، من میگم که صلح از هر منفذ و از هر مرجع و از هر آدرسی که بر افغانستان بیاید باید رو استقبال کنیم. بدون شک این صلح صلح تحمیلی است، صلح آمریکایی است، صلح خارجی است که احتمالاً
منافع خاص ایالات متحده امریکا و مختلفینش در این بابوه در این مقطع تاریخ افغانستان یا در روابط یا سیاست خارجی ایالات متحده امریکا ایجاب میکنه که به جای جنگ صلح پیشه شوه و باید از این استقبال کنیم. و قیمت منافع؟ خب ما وقتی که صلح گپ میزنیم جمله شما را یا تشویش شما را ما درک میکنیم. ما از یک صلح پایدار باید تماد کنیم، نه از یک صلح موقوت و صلح زودگذر. سال موقوت و زودگذر باز پیامدش یک جنگ خطرناک غیر قابل مهار می باشه. بنابراین ما فکر می کنم اطراف منازعه که عبارت از حکومت بر سر اقتدار و خصوصا ایالات متحده امریکا و مخالفان مسئله دولت است، حال به این نتیجه رسیدن که جنگ عملا به بنبست رسیده. طبیعتا هر از گاهی که جنگ به بنبست می رسد باز گزینه یا بدیلش چی است؟ صلح است. بنابراین ما امیدوار هستم با درک وضعیت وخیم افغانستان و وضعیت وخیم منطقه بازیگران سیاست داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی به این نتیجه محتوم و منطقی رسیده باشند که دیگر جنگ راه حل نیست. اما قسمی که جنرال دانفورد با صراحت اعتراف کرد جنگ یا بحران افغانستان راه حل نظامی نداره، ما فکر میکنم شما با گپ آقای ترامپ کوت کردین. ترامپ خو از امی ارباب نظامی و سیاسی و دیپلماتیک و استخباراتیش گپ ها را گرفته. بنابراین خوشبینی ترامپ هم ما فکر میکنم مسئول این وضعیت جدید است و یک چیز باید تاکید کنم و باز رویش مصر هستم. صلح که سه نتیجه منطقی به افغانستان به بار نره او صلح نیست و اسارت است. تمامیت ارضی افغانستان، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی افغانستان تضمین کنه. بدون از این اصول نیست. بسیار تشکر. البته خواهش ما پرس بعدی از آقای شرق خواهش ما است که ما بریم به طرف تحلیل ها، حداقل این تصویرایی که پیش روی ماست پیش بینی کنیم که چی واقعیت میتونه شکل بگیره و بالاخره آینده کدام تایی که ما پیشنهاد بدیم چی باید شوه. حالا موقعیت فعلی یک موقعیت خیلی اساس است و یک موقعیت توأم با خوشبینی و نگرانی. حکومت افغانستان خیلی مشوش است از آینده بقای خود، بقای سیاست و برخی از گروه‌های اپوزیسیون هم به گونه نگرانی خیلی جدی است ورود طالبان به عنوان یک بدنه قدرتمند در ساختار بعدی قدرت دارند. چی سرنوشت تار آمریکایی رقم خواهد زد؟ فکر میکنین که بیشتر به قبل آقای سپنتا برد از پاکستان و برد از طالبان است یا نه یک بیلانس بین مهره‌های درونی و بیرونی میشه بگونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درود خدمت جناب استادم و شما بینده های محترمتان، همکارانی که در این بحث هستن با ما از طریق آنلاین میخوان گپ بزنن. بگذارین که این نکته را ما با صراحت مطرح بکنم که ما فکر میکنم آمریکایان پس از شکستشان در نبرد علیه تروریسم، البته با عدم توانایی مدیریت بحرانی به دست آمده کنونی هم در خاورمیانه و هم در افغانستان، با رویکرد صلح طلبی در جنگ افغانستان به عنوان یک تکتیک یا به عنوان یک فن مبارزاتی واقعا نگاه میکنند. یعنی میشه گفت که آمریکایان با آوردن یک صلح ناپایدار ناعادلانه در واقع میخواهند مأموریت خودشان علیه دهشت افغانی را به یک تکتیکی بزنن کنار و بگن که ما تا این جای کار با افغانستان به کشوری در حال بحران بودیم، از این به بعدش دولت مردان افغانستان، سیاسیون افغانستان و گروه های سیاسی است که این کشور را از این پرتگاه به کجا باید سمت و سو بتند. اما تصویر نگاه این است. تصویر یعنی تعهدات در آزمادت هم اروپا و امریکا را دارد تا 2024 حداقل حمایت از نیروهای مسلح افغانستان، حمایت از باسازی، آموزش و تمام موارد را که در سطح کنفرانس های بین‌المللی تعهد کرده. 17 سال که ما تعهدات، کنوانسیون ها و قراردادهای بین‌المللی و مأموریت ناتو در اصالات متحده آمریکا را به بررسی بگیریم، از اون صدری که نگاه متعالی نسبت به افغانستان و توسعه افغانستان، دولتداری، دولتی که واقعا حاکمیت قانون را متبلور باشه، تا به حال اگر ارزیابی بکنیم آمریکایان دچار تقلیل بودند، یعنی بر تعهداتشون واقعا عمل نکردند، جز اینکه پیسه های هنگفتی سرازیر شد و این پیسه های هنگفت را ادارات مورد حمایت آمریکایان و جامعه جهانی ایف میل کرد و یک بدنه کلانش هم جامعه جهانی خودش ایف میل کرد و بدریغ مصرفش کرد که در سرنوشت افغانستانی ها تغییر نامد. حالا بگذارین این نکته را ما به عنوان نگرانی نیروهای سیاسی مطرح بکنم. یک نگاه ارزشگرایانه و توسعه طلبانه و دموکراتیزه کردن زیر ساخت های دولتداری به عنوان یک نهاد در افغانستان است. بدون پایان دادن جنگ افغانستان، بدون اینکه آمریکایان حامی مأموریت سیاسی افغانستان نباشند،
این نگاه نگاهی ارزشگرایی و توسعه سیاسی از آغاز حامد کرزی تا با اکنون واقعا واپسگرایانه به حرکت برده بوده و واقعا شکست خورده. یعنی ما در دولتداری و در تأسیس یک دولتی پسا طالبانی که افغانستان را گذار بوده، در نبود خرد سیاسی و عدم تعهد رهبران نافرهمند افغانستان این شکست را جبران شدیم. بحث دیگر این است که نیروهای مقابل طالبانیزم، حالا طالبانیزم به عنوان یک تفکر، این بس که آیا طالبان دموکراتیزه پذیر هستند، مردم سالار پذیر هستند، مورد بخشایش واقعی مردم قرار می گیرند، در جایگاه بخشایش آقای غنی هست، آمریکاست، جامعه جهانی است، یا قربانیان جنگ 17 ساله افغانستان هست یا مردم افغانستان هست، این پرسش ها را بگذاریم کنار. ولی بس این که اگر طالبان در این گفتگو و در فرایند سلطه‌طلبی آمریکا و در بازی تکتیکی که آمریکایان روی دست گرفتند به احیای قدرت، به بازسازی قدرت و به رو آوردن بر دولت واقعا دعوت شوند، همه نیروهای سیاسی بروند کنار و بعد آمریکایان پس از یک مدت کوتاهی افغانستانی آمیخته با طالبان در ساختار قدرت را واقعا تنها بگذارند و جامعه جهانی هم توجهی نکنه، دولت مردان و نهادسازی در افغانستان هم طرحی نداشته باشه، افغانستان سقوطش واقعا حتمی است. یک توهم است که شما مطرح میکنید. آیا فکر میکنین که آمریکایی ها میخوان که پا به عقب بکشن و بیاین طالبا را، و در حالی که طالبا هنوز رد کرده، هنوز هم امو صحت و سقم آمدن طالبا در این ساختار و میکانیزم شکلگیری ساختار بعدی روشن نیست، هنوز هم اگه پام وجود داره با اینکه آمریکایی ها خوشبین هستن، آیا فکر میکنین که کل سناریو همی است؟ پایان یک ماموریت ناکام و عقب گرد آمریکایی ها است؟ ما فکر میکنم ناصادق ترین ماموریت را آمریکایان در هر ملتی و در هر جغرافیایی بازی کردند. این توهم نیست، آمریکا واقعا جنایتکار هست، آمریکایی در خاورمیانه، آمریکایی در افغانستان، آمریکایی در مناطق بحرانی، آمریکایی که وقتی قتل یک خبرنگار را به صورت آفتابی وجدان بشر واقعا نکوهش میکنه، آقای ترامپ میگه به عنوان کسی که مصادره کننده ای ارزش های حقوق بشری است، مطرح میکنه که چی اون قتل کرده باشه یا نکرده باشه، ما با عربستان سعودی در پیوند استراتژیک من پایدار خواهد ماند. یعنی میخوام بگم که نگاهی آمریکا ارزش گرایانه متوجه باشیم که ایدال حقوق بشر با سیاست بین الملل دو چیز خیلی متفاوت است که تاریخ شاهدش بوده و در تمام ابزارها هم من میخوام بگم که ابزارهای تبیین بتم، ابزارهای برای توسعه سیاست خارجی آمریکا و ماموریت ناتو و پارادایم استفاده علیه تروریسم در واقع محتواش صدور دموکراسی، دفاع از حقوق بشر، مبارزه علیه نقض حقوق بشر، آزادی بیان و دولتداری مردم سالار است که خلاف این عمل کرد. پرسش شما دیمایی است که بدید شما پس یک صلح نیست. من باورمند هستم که این یک تکتیک است، یک صلح پایدار نیست. ببینین صلح به این زودی به دست نمی آید. تجربه فلسطین، کشورهایی در حال بحران، تجربه کشورهایی که پس از منازیه ها به صلح واقعا روی آوردن، به لحاظ دیپلماسی در نظر روابط بین چی باید چه است؟ من میخوام بگم ببینین صلح یک مکانیزم داره، این مکانیزم باید بومی و ملی باشه برای یک صلح پایدار. نگاهی عادلانه شما پیشتر گفتین دولت... که میکانیزم بومی با وجود رهبرای سیاسی فاسد خب در 14 سال نتیجه نداد. حالا چی باید شما... من میخوام این مقالطه، این در واقع این غایله که پیچیده شده کمی باز بکنم براتان. بس این است که ما برای رسیدن به یک صلحی که واقعا بتونه پایدار باشه، اول استقلالیت سیاسی رو باید داشته باشیم، دوم دولتی رو به توسعه سیاسی و دولت مردمی و با پشتیوانه های مشروع و مردمی، دولتی که مبانی مردمی و ملیش مشخص باشه و حیطه صلاحیت و قدرتش مشخص باشه باید داشته باشیم. اینها شاخصه ها یا جزء از ارکان هایی هست که میتونه گفتمان صلح افغانستان رو ایجاد بکنه. اعتماد ملی داشته باشیم، دولتی که در سیاست خارجی خودش استقلالیت سیاسی داشته باشه و بعد با طرف منازعه و درگیر و بحران به عنوان یک قدرت وارد شد. تا زمانی چنین نباشه و آمریکا هم تمکین نکنه صلح نمیاد. باشه، حالا اگر ما هم این مدینه فاضله یا ایدال نداریم چی باید شد؟ من فکر میکنم ما باید در مسیر ایجاد چنین یک مدینه فاضله ای که بسیاری ها ایره دست نیافتنی میدانن گام بزنیم. همین اکنون ببینین هر روز 600 سرباز وطن، ببینین شما با تغییر در سیاست خارجیتون، با تعریف کردن مشروعیت در قدرتتون، با گذار دادن افغانستان از بنبست کنی به یک دولت منتخب، با ایجاد یک اجماع ملی، با در نظر گرفتن عدالت ملی و یک صلح عادلانه،
واقعیت های منطقه و همگرایی منطقه را در نظر گرفتن و بعد پایان دادن بر سلطه 100% آمریکا در سیاست خارجی افغانستان، واقعا شما میتون گامی به سمت توسعه افغانستان بردارید با همکاری آمریکا و جامعه جهانی. شما صحبت های خیلی رک آقای غنی را شنیده باشین که بدون حضور آمریکا حکومت 6 ماه هم دوام نمیاره و طبیعی است که پول آمریکا و سربازای آمریکا حداقل می نظام نگاه کرده. آیا فکر میکنین که ما به گونه بخوایم تقابل بکنیم با قدرت جهانی، چیز در اینجا به اونون الترناتیف هست که ما ابقا کنیم حداقل می دستور؟ ببینین بحث پایان دادن به سلطه 100% آمریکا در دولت داری و پروسه سیاسی و سیاست خارجه، تقابل و دشمنی یا آر پی جی گرفتن و فایر کردن علیه آمریکا نیست. شما سیاست وابستگی با آمریکا را از 100% به سیاست کثیرالمحور با دیپلماسی متعارف واقعا روبرو بسازین. شما تغییری اساسی در دکترین سیاست خارجتان به بار بیارین. بله، اگر امین حکومت باشه، هم حکومت آقای غنی و هم حکومت آقای کرزی، که در 17 سال سالانه میلیاردها دلار ما مصرف کردیم، ارتش ما به 1 میلیون نرسید، بیمه در ارتش مطرح نشد، درآمد ناخالص داخلی و بیرونی من منظم نشد، اقتصاد ما توسعه پیدا نکرد، دقیقا ما به جایی نمیرسیم. در یک نکته، آمریکایان با پرداخت 6 میلیارد دلار جغرافیایی به نام افغانستان در گروگان گرفتن. ما نه به بازسازی دولت میرسیم، نه هم به توسعه سیاسی و نه هم به گفتگوی سازنده و ملی و با استقلال و خودسالاری سلطلبی خودمان. در واقع مانعی اصلی توسعه سیاسی افغانستان آمریکایان و ماموریت شکست خورده آمریکایان. شکر آقای شرق. البته همکارای ما تلاش وصل کردن سید اکبر آقا عضو پیشین گروه طالبان را دارن. من فهم اگر آقای سید اکبر آقا وصل شده میشه که گفتگاه را حداقل به گونه مطرح بکنیم که چقدر ما همی بسایره که در استودیو نسبت به چگونگی صلح میکنیم این عملی است، های طالبا هنوز آماده هستن یا نه. آقای سید اکبر آقا وصل هستن با ما؟ سلام بر شما سید اکبر آقا صاحب، بفرمایید. از مونگا پخته بس په استودیو کې داده چې آیا دغه سوله چې له طالبانو سره د امریکا له لوري پیل شوې ده دا محقق کیږي، عملي ده که نه، که کیږي په څه میکانیزم به راتلونکی سیاسي ساختار شکل ونیسي تاسو په؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا دي چې طالبانو هغه د خارجانو سره خبر تقریبا خارجانو امریکایانو خپل نمائنده راولي دوی سره ولیدل دوه خبره دا وه چې د خبرې نتیجه به څه وي د خبرې نتیجه به توافق کې د خارجانو وتلو باندې هغه به د افغانستان د سعودي بیا به مذاکرات ته لاره ورینې دغه به خپله د افغانستان د وتلو پرېکړه کوي نو د وتلو لپاره به خپل البته خپل وخت معلومېږي خپل وخت باندې به ووځي هغه دوهمه خبره تر اوسه تحقق ته نه ده رسېدلې. خودونی ویلی سو چې خلیلزاد چې دلته رالی هغه راتګ مثبت طرفونه درلوده، هم منفي طرفونه. منفي طرفونه یې دا وه چې د خلیلزاد د راتګ په وخت کې امریکایانو اعلان وکړي چې موږ به 400 کسه پوځیان افغانستان ته لېږو. دا مناسبه خبره نه وه چې د سولې په وخت کې چې دوی سوله شروع کړې ده او دوی دا اعلان کړي. او بله خبره دا وه چې په دې وخت کې انتخابات جریان درلودې او هغه انتخابات چې په هغو باندې سوله ملت ته افغانستان انتقاد لري چې دا ناقص انتخابات دي. کاشکې په دغه وخت کې دا انتخابات درېدلي وای، لکه څنګه چې 2.5 کاله یا 3 کاله د دې پارلمان د پوره کېدو کېږي او دا نور وخت زاید وخت دا 2.5 کاله چې دوی تېر شي، یو کال به نور تېر شوی وای چې نور دا سوله شوی وای او د خلکو د هیلې په ناهیلي نه وای. او دریمه خبره دا و چې د ترامپ استراتیجي د جنگ و هغه توقف شوی وای، دا به ډېر خبره و. خو البته دا درې سره شار نه وسول، دا خپله خلکو ته یو شک پیدا شو. آقا صاحب، تازه خبره چې ترامپ کړي دي هغه خپل خوشبینی څرګنده کړي چې هغه د سوله به عملي کیږي، امریکایان ډیر خوشبینه دي حداقل لنډمهاله کې غواړي چې دا سوله. اما دا خواته راپورټونه یو رقم تناقض ښیي چې طالبان تر اوسه پورې حداقل د اوربان په اړوند له امریکایانو سره په توافق نه دي رسېدلي، څرنګه چې تاسو ویلې ځینې نور فکتورونه دي چې هغوی ته اعتراض وړ دي. په ټولیزه ډول څومره دوی نږدې شوي تاسو په اند ممکنه ده چې دغه سوله په لنډمهاله کې رامنځته شي که نه؟
ما په فکر باندې چې اول د اوربان خبره کوم، اوربان خبره چې دا هغه تر توافق وروسته وخت دی، دا قبل الوقت چې اوس دلته د اوربان خبره وشي او توافق راغلی نه وي، ځکه چې طالبانو دا شرط کېښی دی چې موږ به توافق د امریکا اخلو د وتلو په باب باندې. او حتی د مسکو په غونډه کې دوی دا راوله چې بعضې ممالک د آسیا هغه به د دې تضمین کوي چې امریکایان مثلا په دوو میاشتو کې یا پنځو میاشتو کې یا شپږ میاشتو کې هر څومره مناسب وګڼل شو په دې وخت کې به وځي، د دې تضمین به کوي، بیا به نو وروسته مذاکرات کوي کېږي د نور. زما فکر باندې د اوربند خبره هغه اصلي مناسب وخت دی، هغه مناسب وخت هغه دی. څومره طالبان او امریکا نږدې شوي دي هغه صاحب؟ دونه نږدې شوي دي چې مطلق طالبانو هغه خبره ورته کړې ده چې د خارجانو د وتلو په باب باندې هغه منفي خبره نه ده ورته کړې چې موږ خارجان به نه وځي د افغانستان د څه به پاتې دي. هغه دا ویلي دي چې په دې کې به موږ د امریکا څخه موافقه راوړو، یا چې زه به امریکا ته هلته به موافقه راوړو چې دا اوس درېیم وار دی چې په دوم وار دی چې خلیلزاد دې امریکا ته کېدلی شي چې په دې پلاوه به موافقه د هغې خوا راوړي. خو تر اوسه پورې داسې مثبته خبره نشته. مطلق لکه ما چې درته وویل یو جز یې اوسو چې هغه د دې سره خبره ده وسوله، مخامخ خبر ورسره وسوله، او هغه دوم جز چې توافق دی اصلي جز هغه پاتې دی. وس یو بل اندښنه دا ده غصب چې دغه راتونکې سوله مونږ یو تجربه مخکې نه درلوده، نوی ملسیزه کې د ډاکټر نجیب الله حکومت چې کله د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب سوله وکړه له مجاهدینو سره، راتونکې ډیر تیاره او خطرناک و. دلته هم ښاغلي شرق ویلې چې امریکا ډیر متحده هیواد نه دی، ممکنه ده چې افغانستان یوازې پرېږدي او د سولې موضوع بیرته یو څه شخړې ته رامنځته شي، یو څه ستونزې رامنځته کړي. دغه اندېښنې خلکو کې اوس شته، حتی اقل لږه کسانو سره چې موږ تماس لرو، حتی د خپل کور نه ترمیموي، حتی خپل موټر نه ترمیموي، او ټول معطل دي چې راتلونکی څنګه کیږي. تاسو دغه تصویر څنګه ارزوئ؟ دغه دو جانبه تعهد هم د طالبانو له لوري، هم دلته سیاسي ډلې، احزاب، حکومت او هم امریکا لخوا. زما په فکر باندې هغه د جهاد موضوع چې وه سړی که هغه ته دغسې د روسانو د وخت د جهاد هغه موضوع چې وه هغه خپله د رهبرانو څه چې وه رهبران وه د هغو په مابینځ کې توافق د اوله سره نه و. تاسې په جریان کې یاست چې په پېښور کې ډېر کوشش ونشوه د دوی د وحدت کوششونه وشوه، څو وارې وحدت رالی د دوی په مابینځ کې، خو سبا به بېرته هغه وحدت خراب و. کله چې افغانستان ته رالي هم دوی د چوکۍ په سر باندې نه سره جوړېدلی. دغه تضمین اوس کوم ځای کېږي ښاغلی؟ نو هلته یو شی و چې هغه د مخالف لوري چې و اوه کسه وه، دلته مخالف لوري چې دي هغه یوازې طالبان دي په مخالفت کې. نو زما فکر باندې دا بغدا و هغه به ډېر فرق ولري سره د دې په د دې توافق به تر هغه توافق زما فکر باندې ډېر. اما متوجه اوسه که چېلته یو حکومت هم شته چې خپل په منځ کې د قدرت د ویش په سر ډېرې زیاتې لوی ستونزې لري، سیاسي احزاب هم چې هر یو ځان د راتلونکي نظام شریکان بولي شته. آیا دو سره به دغه ډله د طالبانو یا د ګروپ طالبان چې راځي مستقله حکومت به طالبان نیسي، دو سره به په یو متحد حکومت کې کار کوي، څه رقم یو تصویر به راتلونکي کې رامنځته کېږي؟ دلته دوه شیان دي. یو دای چې دا حکومت کې چې اوس سیاسي احزاب دي هغه په داسې وخت کې اختلاف کولی شي چې دلته په افغانستان کې جنګ جریان لري. د جنګ په جریان کې اختلاف ډېر ژر راتلی شي او ډېر خلک یې کولی شي، او د وحدت په صورت کې چې دي هغه بیا چاته زمینه د اختلاف نه برابرېږي. دا یو. دوهم، طالبانو طرف چې دي یو قوي طرف دی، داسې طرف نه دی چې هغه یعنې تر دې تنظیمو تر هر تنظیم یو په لسه به قوي دی. نو هغه قوي طرف دی، زما فکر باندې که چیرې دلته یو د وحدت حکومت جوړ شي او د اتحاد و اتفاق حکومت جوړ شي، بیا په هغه وخت کې زما فکر باندې چا ته زمینه دون نه برابرېږي د مخالفت. د تاسو معلومات شی دي، آیا طالبان داسې یو نظام ته چمتو دي چې راشي دو سره یو ځای کار وکړي که نه؟ زه فکر کوم چې طالبان صرف د نظام په باب باندې دوه شیان غواړي. هغه دوه شیان د دوه شیانو څه دا معلومېږي چې دوی چمتو دي. یو دا د خارجیانو وتل او دلته داسې نظام راتلل چې هغه په اسلامي دغه باندې بنا وي، یعنې په اسلام بنا دغه نظام وي، یعنې په هغه کې باندې هغه شیان چې هغه اسلامي وي، چې هغه نظام ته اسلامي وویل شي، طالبان د دې نظام غوښتونکي وي. که دا شیان راشي، طالبان به انتخابات غواړي که نه؟ دا بیله خبره ده. دلته چې سړی وګوري د سیم د منطقې حکومتونه
یا د سیمه حکومتونه چې دی هغه ټول انتخابي حکومتونه دا ډېر یو لوی پښتنه هغه صاحب دا ډېر یو لوی پښتنه ده چې آیا طالبان غواړي چې امارت جوړ کړي خلافت جوړ کړي شرعي نظام په کوم بڼې اسلامي ډیموکراسي یا تیوکراسي چورته وایي ایران په یو شکل پلی کړی ده څرنګه یو نظام زما فکر باندې دا ټوله د مذاکراتو خبره ده چې مذاکرات ته خبره ورسېږي د خارجانو خبرو ته خو ضرورت شته چې دوی ووځي دا خو ټوله دنیا د ټوله آسیا په دې باندې ده چې د آسیا خارجان چې دي یوازې نه طالبانو ته غم دي بلکې ټوله آسیا ته غم دي نو د هغو آسیا هم د خارجانو وتل غواړي خارجان هم په دې پوهېږي چې موږ دلته څوک نه غواړي افغانان چې دي هغه ټوله ملت ولس هغه د دې دي چې خارجان دي ووځي خو البته بعضې خلک وایي چې نن دي ووځي بعضې وایي سبا دي ووځي دا فرقونه په دې خبرو کې شته البته که چېرې د خارجانو په وتلو باندې توافق د خلکو تر مابین راسي د خارجانو د طالبانو تر مابین توافق د وتلو راسي زما فکر په هغه وخت کې بیا د مذاکراتو دپاره لار هوارېږي د مذاکراتو په صورت کې به خامخا دا خبره ثابته شي دلته څنګه حکومت ته ضرورت شته ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه یوه لنډه دمه بېرته راکړو دورخ شومدین آقای فریبر حالا بحث ها یک مقدار آقا صاحبان بحث ها را باز کرد و آقای شرق هم روش فوکس کرد اما انوز هم همون نگرانی پابرجاست چگونگی میکانیزم ایجاد یک نظام بعد از توافق با طالبا یک نظامی که میشه در امی حکومت هضم شوه یک حکومت تعلیق میشه یک حکومت موقت یک اداره موقت میه که آیدو طالباست طرف مقابل طالبا احزاب سیاسی هست یا نه آمریکایی ها چه اراده دارن همین وضعیت در کل چگونه میشه تحلیل شوه طالبا با قدرت بلند میان و در نهایت گپ تمام است یا این طرف هم توان چانه‌زنی باقی مانده بگذار آقای فیاض بگویم با تجربه 40 سال پسینی که در سیاست افغانستان بودیم سقوط نظام دیگه به منافع افغانستان نیست قطعا ما طرفدار ایجاد حکومت موقت نیستم و از حکومت موقت ما تجارب بسیار تلخ داریم از گذشته های اما طالبان آماده با حزم در این نظام نیست ببینید بدون شک آرایش قدرت سیاسی تغییر میکنه از سال 2001 تا به امروز ما شاهد هستیم که گروه معین در همکاری با ایالات متحده آمریکا بر گرده ملت مظلوم افغانستان سوار ساخته شدن و او تا که تانستن زراندوزی کردن و از اصول و مبانی فکریشان هم انحراف کردن و نه بر خود چیز ساختن نه بر تنظیم خود نه بر گروه خود چیز ساختن نه بر مردم و بر مردم چیز نساختن و یک نوع انحصار قدرت بود بدون شک در همه آباد در آباد ملکی و نظامی وقتی که ما میخواییم این بوران خاتمه پیدا کنه در یک رسانه دیگه هم گفتم اجازه بود نمور برتان بگیم کنفرانس بن اول تعداد بسیار غلط بر افغانستان گذاشت عمدن و قصدن به اعتراف خود زلمه خیزاد کال وسیط صلح است و به اعتراف خود الاخضر ابراهیمی و وزیر خارجه است و الجزایر و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان دو گروه معین از حیات سیاسی افغانستان حذف شد حزب اسلامی افغانستان برابری آقای حکمتیار و جنبش طالبان برابری ملا عمر و او اگر میخواستند که بوران افغانستان ریشه ای حل و فصل شد باید دو گرام شامل کنفرانس حال اون فاجعه اگر کتابای دیگر باز کنه آدم بیشتر از دیگه کنفرانس بون و بعدا مایده بون میشدن دو سر جنگ خاتمه میافت ولی استراتژی امریکا پان جنگ نمید بون 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 سوم احتمالاً بون سوم احتمالاً اگر یک فرضیه طرح میکنیم که اگر طالبان میان و میسل میشه چی میکانیزم به حداقل تصور میشه که باید فهم ما میاست که در حقیقت یک بن سوم در راه است ما اگر نامش بگیریم یا نگیریم یک بن سوم در راه است که گویا علی ظاهر اشتباهات کنفرانس و مائده بن چی کنه اصلاح کنه او راهی است که طالبا یا جنبش طالبا نه با عنوان یک گروهی که دستای خود بالا بگیره با یک چند امتیاز به یک قانه شد و میخواه شریک قدرت سیاسی شوه اما چند تحوله در جنبش طالبا با عنوان یک فعال صلح ما شاهد هستم طالبا دیگه شما سوال پیشتر از آقای صد اکبر واقع کردیم که ما با هم دوست هستیم با هم آشنا هستیم طالبا دیگه برای عادی امارت اسلامی تلاش نمیکنن
طالبان دیگه برای انحصار قدرت تلاش نمیکنند. طالبان یک گام به پیش است. بالاخره یک تجربه بسیار خوب است برای ملت افغانستان که هیچ گروه معین سیاسی و هیچ گروه اتنیک یا قومی خاص در افغانستان دیگه نمیتونه حکومت کنه. بنان ما رای نداریم جز اینکه بریم به طرف مشارکت سیاسی. تعریف ساختار قدرت در وجود طالبان با احزاب سیاسی دیگه چگونه باید شود؟ ببینید همین گام به پیش است که طالبان از انحصار قدرت دست کشیدن و دیگه خواهان اعاده امارت اسلامی نیستن. نه بس من این است که آیا طالبان در وجود امین نظامیان هضم میشه؟ ببینید یا نه؟ ببینید اگر طالبان میان ما میخوایم به عنوان یک فعال صلح، به عنوان یک شهروند با مسئولیت مسلمان افغانستان ببینیم که سقوط نظام و تعویض نظام قطعاً به سود هیچ گروه سیاسی نیست. تصور و پیش بینی. آنچه که آمریکایی ها میخوان و آنچه که طالبان احتمالاً خواهند. بله. ببینید یکی از نقاط بحث خلط نکنیم. یک بحث کلیدی که از آغاز باید رو شروع میکردیم خروج قوای خارجی از افغانستان است. آیا خروج قوای خارجی افغانستان مثل تکرار تجربه انخلاء یا فرار قوای متجاوز شوروی از افغانستان خواهد بود؟ من فکر میکنم نه، او طرف نخواهد بود. آیا او گونه نخواهد بود؟ و ایالات متحده آمریکا به هیچ وجه من الوجود با مصرف 1,000 میلیارد دلار یا 1 تریلیون دلار در افغانستان نمیخواهد که در ما بعد از توافق یا بن سیوم که پیشتر گفتیم بیا و افغانستان بر روسا و بر چینایا و بر ایرانیا به حساب میدان خالی کنه. قطعا این کار عملی نیست و منفعت سیاسی افغانستان هم اجازه نمیده که همچون یک خلای ایجاد شود. تکرار تجربه این خلا یا فرار قوای شوروی از افغانستان و با وجود آمدن یک خلای قدرت سیاسی قطعا به سود افغانستان نیست. بنان این خروج باید مطابق یک تقسیم اوقات صورت بگیرد. طالبان این چیزا میخوان یک جدول زمانی خروج. جدول زمانی باید تعیین شود و تضمین ببینید. من خودم به عنوان شخصی که به هیچ وجه من روی خانه حضور قوای خارجی در افغانستان نیستم، همین خواست ما است، خواست ملت افغانستان است. این خواست طالبان اما از اعماق قلوب و اذهان ملت افغانستان است. اما گره سیاست باز نشد. حالا ما چگونگی وجوه نظامی یا سربازای خارجی در افغانستان و سربازای درونی طالبان را بانیم کنار ده. اگر بایم سر روی توافق سیاسی بله. حالا چیزی که احتمالاً به وجود بیاره چی است؟ حزم طالبان در این ساختار، ساختار جداگانه چی گونه؟ ببینید توافق سیاسی یک چیز حتمی است. توافق سیاسی وقتی که صورت میگیره آرایش قدرت سیاسی سرش توافق صورت میگیره و راه حل که میتونه همی آرایش قدرت سیاسی را به حساب نادینه بسازم انتخابات است. خوشبختانه تا جایی که ما احساس میکنم در گفتگاه مستقیمه که ما با رهبری سیاسی طالبان در قطر داشتیم، سید اکبر آقا از او قضیه آگاه است و همی گپ اذعان کردند که ما حاضر هستیم در یک انتخابات شفاف و همگانی شرکت کنیم. وقتی که طالبان در یک انتخابات شفاف و همگانی با حفظ معیارهای خاصی که اصول اسلام بر او قید میکنه، خصوصا در مورد نامزدا، این یک گپ خیلی مهم است از دیدگاه فقه سیاسی اسلام. وقتی که طالبان در قدرت سیاسی از طریق انتخابات میخوان شرکت کنن، این ما باید استقبال کنیم با تعدیلات. بله با تعدیلات بدون شرط. پس قانون اساسی تعلیق است. ببینید قانون اساسی ما متاسفانه و خوشبختانه استادش هستم، شما هم شاهد هستین، قانون اساسی و هی منزل نیست. قانون اساسی در نفسش ماده 150 سرعت داره که باید تعدیل شود. پس شما البته تمرکز سر قانون اساسی نداره. اگر قانون اساسی تعلیق است پس نظام وجود نداره دیگه. نه. باید اگه داره دیگه جور شود. ببین خلط ما بس نکنم آقای فیاض. ببینید خب قانون اساسی قابل تعدیل است. ما طرفدار هستیم که قانون اساسی از اون مجرایی که ماده 150 قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده تعدیل شود و خواستهای مطلوب و مشروع مخالفان مسئله دولت در تغییر و تبدیل قانون اساسی باید شود. تا آینده انتخابات باید هضم نظام کنونی شود بخیر شما. نه من فکر میکنم که خواستهای مخالفان مسئله دولت اگر جز توافقات باشه که در تعدیل و اصلاح و ترمیم قانون اساسی چی شب مد نظر گرفته شه، این یک کار بسیار خوب است و باید مازی استقبال کنیم. البته قبل از اینکه با آقای شرق بریم، آقای بارز از لندن با ما وصل هستند. کوتا چگونگی شکل دهی یک ساختار بعد از توافق یکی از نگرانی های خیلی جدی است. آقای بارز در نخست سلام بر شما و بعد از سلام دیدگاه شما در ارتباط به این شکل گیری چی است؟ آیا شکل گیری عملی است؟ اگر عملی نیست نقطه های پیچیدش در کجا است؟
سلام عرض می‌کنم به فیاض، خدمت شما میهمانان برنامه و بیننده های تلویزیون تورو تلویزیون آریانا. معذرت می‌خوام که ما یک کمی ناوقت رسیدم در برنامه. ما فکر می‌کنم شما یک قدم فراتر گذاشتین، هنوز ما به صلحی نرسیده آمدین، بحث گذاشتین روی که توافقات بعد از صلح چی صورت چه قسمی باشه و روی کدام آقای تمام بحث همی است که ما اگر می گری را باز بکنیم باز به این نتیجه می رسیم که آیا صلح ممکن است یا نه. حالا چی گونه میشه که یک ساختار غیر منظم این طرف را با یک خواست خیلی بزرگ او طرف آمریکا بیلانس کنه، این چقدر ممکن است؟ خب ما فکر میکنم هنوز ما فاصله زیادی رسیدن به صلح داریم. هنوز گفتگاه ما بین آمریکایی‌ها و طالبا خیلی مقدماتی و پیچیده است و طالبان گروهی نیستند که خودشان دارای اراده سیاسی باشند که ما حساب بکنیم که آنچه را طالبان و شورایشان که در قطر است فیصله میکنه و حرف نهایی است. طالبان قسمی که همه میدانیم کشورهای زیادی در منطقه و جهان هستند که بالای اینا تاثیر دارند، هر لحظه امکان تغییر وجود دارد که اینا امو گفتگوهای مقدماتی را که ذکر کردیم زیر پا بگذارن و این سال صورت نگیرد. ما هم میخواهیم مقدماتا خدمت شما بگوییم که امو قسمی که دوستای دیگه فرمودن قسمتی از بحثا را ما شنیدیم، در صورتی که صلح صورت بگیره هر بنفع کشور است. پایان همه جنگ ها در جهان صلح بوده، ولی کدام صلح؟ باید یک صلح عادلانه باشد. حالا که طالبان حاضر باشند به صلح تعدیل قانون اساسی را میخواهن، یک وحی منزل نیست، اما یک چیز دیگه قابل تعدیل نیست که او عدالت است. طالبان در طول بیشتر از 17 سال در افغانستان جنایت آفریدن، هزارها انسان بیگناه را کشتن، ترور کردن، وحشت آفریدن. آقای بارس اگر یک بحثا را باز بکنیم، پس تشکیل نظام های قبل هم عدالت در او قربان شد، خیلی جنایتکارای جنگی آشکار ما داشتیم که باید بادار آویخته میشد، اما اونا امروز در مسند قدرت هستند و سر ما حکومت میکنند. حالا در اکثر موارد متاسفانه عدالت فدای صلح میشه. 50 سال آخری افغانستان مطرح بکنیم و بحث جدا است. حالا بحث طالبا است، حتی ما در مورد حزب اسلامی آقای حکومتیار هم صحبت نمیکنیم. حالا که بحث طالبا است، طالبا بیشترین وحشت و ترور آدم کشی را اختناق در افغانستان آفریدن و مبتکر حملات انتحاری بودن، مردم افغانستان چگونه مطمئن باشند که این گروه با این پیشینه جنایتکاری بیان و پذیرفته شوند و بخشیده شوند؟ باید این حق ما از مردم نگیریم. این اصل دموکراسی است که مردم باید سرنوشت در سرنوشت خود در آینده آنچه عینی است، آنچه اینی است. ممکن است خیلی شعارهای ما ایدال باشه، غیر قابل تحقق باشه. ما هر روز 600 نفر در افغانستان کشته داریم، میمرن و هر روز همی میزان قربانی ها بیشتر میشه. حالا اگر ما بخوایم پای عدالت بچسبیم، ممکن است نیم نفوذ افغانستان کشته شوند. حالا بحث‌های ایدال تا یک حد از نظر حقوقی ممکن است جایگاه خود داشته باشه، توجیه خود داشته باشه. آنچه عینی است در سیاست افغانستان، خب ما موافق هستم با نظر شما که صلح یک نیاز است، اما این نیاز چه قسم باید تامین شود؟ باید این عادلانه باشد. اگر صلح عادلانه با وجود نیاید، زمینه جنگ ها خونریزی های بدتر کوچه جنگی ها را آدم میتونه پیش بینی بکنه. مثلا با می حالت فعلی که مردم افغانستان را بگذار که حتی حکومت افغانستان در جریان نیستند که چگونه صلح با سرنوشت مردم ما حاکم می شود. چی ضمانتی وجود دارد که طالب با جنگ افزارها و حمایت استخبارات خارجی و تجهیزات انظامی که داره به شهرها وارد نشود و خانه جنگی صورت نگیرد؟ کسی وجود دارد که به این سوال جواب بده؟ نه. برای همین صلح عادلانه بودنش به نفع مردم افغانستان است، به نفع دموکراسی است. ما قبل از اینکه به صلح برسیم باید مکانیزم روشنی را در رایزنی با همه مردم افغانستان، حکومت افغانستان پیش ببره. حالا متاسفانه اخبار ضد نقیض را داریم که حتی سران حکومت هم در جزئیات مذاکرات صلح که آمریکایی‌ها دارن با طالبان پیش میبرن نیست. اگر قضیه این باشه، از نظر من این خلاف تمام موازین انسانی و قوانین بین المللی است که دیگران میان و سرنوشت ما تصمیم میگیرن و ما خبر نداریم. برای همین من پیشنهاد میکنم که حکومت افغانستان
به هر اندازه که وابسته با آمریکا است باید صدای خود بلند بکنه. اگر در پروسه صلح که فعلا جریان داره میان آمریکا و طالبان در جریان نیست، باید مردم افغانستان را در جریان بگذاره. در غیر آن اگر صلح به ما تحمیلی میاد، اون قسمی که آمدن تحمیلی در کشور ما پایگاه نظامی زدن، حالا کدام همه پرسی هم صورت نگرفته که مردم افغانستان راضی باشه که ما آیا 6 تا پایگاه نظامی بر آمریکا بودیم یا نه. آقای بارز، نتیجه این میشود که بی‌ثباتی ادامه پیدا میکنه و جنگ پایان نمیپذیره. آیا مجرای برای حکومت افغانستان باز هست که از طریق ازو بتانه استادگی کنه آنچه شما عدالت خواستین یا آنچه شما روشنی از ابهام یا تاریکی خواستین؟ دقیقا حکومت افغانستان با همه نامقبولیت هاش و نامشروعیتی که در انتخابات گذشته داشته، بازم حکومت مردم افغانستان است، نماینده مردم افغانستان. بسیار باید بسیار مسئولانه برخورد بکنه. اجازه بدین آقای بارزمی، در مذاکرات صلح صورت میگیرد. بسیار زیاد تشکر. اجازه بدید کمی بحث جمع بکنیم با آقای شرق که تا چی میزان حداقل ما هم نقطه بیلانس ما نزدیک است. چقدر آمریکایی ها جمع حکومت، جمع احزاب، جمع طالبا بالاخره اینمی نقطه های اختلاف و تضاد را از نظر فکری آنچه را که آقای بارز هم روی از اشاره کرد. نقطه ای که من میخوام واقعا مطرح بکنم، برای آمریکایان مهم نیست که اینجا دموکراسی پایدار شکل میگیره، یک دولت ملی و مردمی رو به اقتدار، یا یک دولت متعجری طالبانی، یک دولت واقعا عقبگرا به لحاظ تاریخی و معرفتی در تقابل با تمدن. آنچه که مهم است این است که ما افغانستانی ها، ما انسان های جهان سومی ها چی تصمیمی نسبت به سرنوشت انسان این سرزمین میگیریم. برای من به عنوان یک کسی که مردم سالاری رو واقعا دوست دارم، از تهجر و جزمندیشی واقعا نفرت دارم، فکر رادیکال، یک فکر افراطی‌گرایی، یک فکر برانداز کننده و واقعا منوطی بر جهان امروز نیست، چگونه میشه با تلفیقی از طالبان، از تکنوکرات ها، از مقاومتی ها، از نسل پسا طالبانی در افغانستان یک نسخه ارائه کرد که افغانستان هم به عنوان یک ملت و به عنوان یک مجموعه از انسان های در جغرافیای قاتل زندگی انسانی داشته باشند. ولی ما باورمند به این هستم که اگر واقعا ما هم حکومت افغانستان از وابستگی با آمریکا خود را خلاص بکنه و هم طالبان از وابستگیشان بر پاکستان و قدرت‌های دیگر و کشورهای دیگر، ما واقعیت‌های بین المللی و این اصطلاح را بگذارین براتون بگم که در مدیریت بحران‌های بین المللی، در تئوری‌هایی که در بسیاری جهات تجربه شده، شما بحران را در درون یک بحران بیرون از حوزه جغرافیای بحرانیتون باید حل بکنین. وقتی شما میخواین در افغانستان واقعا حل را بیارین و پایان منازعه سیاسی باشه، منازعه هند و پاکستان را در نظر بگیرین، ایران و آمریکا را در نظر بگیرین، روسیه و آمریکا را در نظر بگیرین، رادیکالیسم منطقه‌ای را در نظر بگیرین. در واقع با یک چرخش بنیادین در دکترین سیاست خارجه و در پروسه دولتداریتان شما میتوانین گفتگوی صلحتان را با خودسالاری و استقلالیت خودتان پیش ببرین. ما باورمندم که آمریکایان به صلح به عنوان تکتیک میبینن. دولت مردان افغانستان در هفته های گذشته به عنوان یک مجموعه در مورد صلح ما در گفتگو در داشتیم. در کنار تمام اگرهایی که شما مطرح کردین، یک اراده قدرتمند به نام آمریکا که در افغانستان خیلی هم نفوذ داره وجود داره، آیا آمریکایی ها توان یک سرسازی مجموعه این پیچیدگی ها را داره یا نداره؟ با رویکرد سخت افزارانه و جنگ در برابر طالبانیزم و دهشت افغانی، آمریکایان در 17 سال ثابت کردند که این توان را ندارند. اما سوال اینجاست که در رویکرد نرم افزارانه، یعنی گفتگوی صلح و مذاکره صلح با طالبان که فعلا آغاز شده، اگر ارزش های واقعی مردم افغانستان، دولتی که بر سر شانه های مردم به هر گونه ای آمده، این را در نظر نگیرن، واقعیت های این جامعه در نظر گرفته نشه و همگرایی منطقه‌ای در نظر گرفته نشه، نقش دشمن های آمریکا در افغانستان در نظر گرفته نشه، من فکر میکنم با یک پارادوکس روبرو خواهند بودی. توان را دارن که بحران خلق بکنن، بحران را مدیریت بکنن، ولی کوتاه مدت. بس دیگر این است که آیا واقعا طالبان، این پرسش هایی که آقای باریز مطرح کرد و من مطرح کردم، اینها در جای خودش، حقوق انسان ها و عقل عبد در جای خودش که اسلام این را مشخص میکنه و آفتابی میکنه، آیا واقعا گفتگو کنندگان طالبان در برایند یک جلسه بنی سومی و موجودیت پایگاه استراتژیک آمریکایان در بگرام توافق نظر دارن یا نه؟ بحث دیگر این است که به لحاظ فلسفی شما تفکر دموکراتیک و مردم سالار را
در ذهنیت حاکم بر سرنوشتتان باید قبول بکنید نه در شعارتان. پرسش این است که طالبانیزم به عنوان یک تفکری متحجر و افراطی دموکراتیزه شونده هست، مردم سالاری را قبول داره یا نداره؟ اگر چینین هست، من فکر میکنم آمریکایان از یک سری خواسته هایشون کوتاه میان، دولت مردان و تکنوکرات ها و حوزه جهاد و مقاومت افغانستان از یک سری خواسته هاشون، طالبانیزم را همون طوری که وسط مطرح کرد از امارت طلبی و خلافت طلبی و از وقرنفی بیوتیکن نگاه بسیار عقبگرایانه نسبت بر حقوق زنان کوتاه خواهند آمد. در یک گفتگوی دیگر یک ساختاری که واقعا افغانستان را بتونه نگاه بکنه و مشارکت سیاسی همه ای طرف ها را داشته باشه، یک صلحی کوتاه مدت به میان خواهد آمد، مگر این که ما واقعا خودمان تدبیر بکنیم، دولتداری را پیریزی بکنیم، با یک استراتژی ملی و بومی به پیش بریم که جبران بکنیم پس آمد بحرانی پس گفتگوی صلح آمریکا و طالبان. تشکر از شما، از آقای فریور، از آقای بارز که از لندن با ما پیوستن و از سید اکبر آقا عضو پیشین طالبان که از طریق ویدیو کنفرانس و شما بیننده عزیز که تایید هم بس ما رو دنبال کردین. تا بعد، خدا نگهدار.